تست 194 میگه دوباره الکتریکی نقطه‌ای همنام Q1 و Q2 در فاصله D از هم قرار دارم. با نیروی الکتریکی F همدیگر رو دفع میکنم. این دو بار رو به اندازه X به همدیگه نزدیک کردیم. اندازه نیروی دافع بین آنها 5/4 F افزایش میابد. دقت کنید وقتی مقدار نیرو 5/4 افزایش پیدا میکنه، معنیش اینه که F2 برابر شده با F1 به اضافه 5/4 F1، پس مقدار نیرو برابر با 9/4 F1 بوده. خب حالا از ما میخواد مشخص کنیم که X مقداری که فاصله تغییر کرده چند برابر دیه. ما با توجه به رابطه قانون کولون F مساویه با Q1 Q2 به روی R2 و با توجه به ثابت بودن بارها میفهمیم که نیرو با مجذور فاصله رابطه عکس داره. به عبارت دیگه نسبت F2 به F1 برابر میشه با نسبت R1 به R2 به توان 2. خب ما از اینجا F2 به F1 رو حساب کردیم. F2 9/4 F1 بود، پس حاصل F2 به F1 برابر میشه با 9/4. جذر میگیریم، R1 به روی R2 برابر میشه با 3/2 و از اینجا مقدار R2 به دست میاد 2/3 R1. مجددا دقت کنید توی سوال در انتهای سوال هم از شما مقدار تغییر رو خواسته که نسبت به R1 بسنجین. یعنی الان مقدار X من برابر میشه با اختلاف این دو عدد برابر میشه با 1/3 R1. پس اگر فاصله اولیه R1 یا طبق صورت سوال D باشه، مقدار X من 1/3 R1 یا 1/3 D بوده، پس نسبت X به D برابر میشه با 1/3 و جواب درست این تست گزینه شماره 2 هست.